همکارم فرزانه بسفور اینجا دستی با من همراه شده تا در مورد بیشتر برامون بگه فرزانه این تفاهم نامه که بین ایران و روسیه صورت گرفته چقدر به نظر ایران اصلا توانایی ساخت هواپیما رو داره و تعمیرات هواپیما های روسیه رو به نظر نمیاد که چنین توانمندی رو داشته باشه چون هم رئیس سازمان هواپیمایی ایران محمد محمدی بخش بهمن ماه 1401 راجع به این صحبت کرده بود که اه ما 300 فروند هواپیما داریم که از این تعداد 175 تاش فقط فعال هست و باقیش زمینگیر شدن به خاطر اینکه نتونستیم به خاطر تحریم ها این ناوگان هوایی رو تعمیر کنیم یا قطعاتی رو به دست بیاریم حتی گفته بود که تعداد بسیاری از هواپیما های ناوگان هوایی به دلیل سن بالا از رده خارج شدن و جنگ روسیه و اوکراین هم اتفاقا باعث شده که یکی از مهمترین کریدورهای واردات قطعات قطع بشه به صنعت هوایی ایران بنابراین خیلی نمیتوان گفت این ایران توان این تعمیر رو داشته باشه زمین اینکه این سوال هم پس مطرحی که اگر ایران توان تعمیر قطعات هواپیمایی های روسی رو داره چرا در مورد هواپیمایی خودش اینطور زمین شده اما در مورد اینکه ما آیا ساخت هواپیما داریم یا نه ایران فقط یک کارخانه هواپیما سازی داره اون هم در واقع با نام مخفف حسا هست این کارخانه از سال 72 در پیرو در واقع در حال ساخت یک هواپیمای مونتاژ هست که از مدل آنتونوف گرفته شده به نام ایران 140 که هنوز بعد از 17 سال از شروع این پروژه و در واقع گذروندن 196 میلیون دلار برای این پروژه به ثمر نرسیده و نتیجه نداده این هواپیمای حسا در کار ساخت جنگنده و پهباد هم هست الان یک بخشی از ویدیوی تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو در مورد همین کارخانه حساب ببینیم صبحتون به عشق هموطنان عزیز و ارجمند ساخت جنگنده کوسر طراحی و ساخت هواپیمای بدون سرنشین اوابیل تولید بالگردهای شاهد 278 زفر 300 شاهد 274 شاهد 285 ساخت پروانه با مواد کامپوزیت تعمیرات هواناو تولید هواپیمای آموزشی سیمرغ همینی که فکر کنم جلوی منه ترابری سیمار بله هواپیمای آپای ساخت و تست ترمز هواپیما کمک به تجهیز و نوسازی ناوگان ریلی کشور و تعمیر تجهیزات مورد نیاز حوزه هوایی کشور از جمله خدمات و تولیدات شرکت صنایع هواپیماسازی ایران حساب هست یک لیست بلندی بود بله اما جالب اینجاست که شرکت صنایع هواپیما یه حسا 11 بهمن ماه سال گذشته توسط اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفت دقیقا به خاطر ساخت پهپاد و فروش و ارسال اون به روسیه به نظر میرسه که تفاهم نامی اخیر ایران و چین مرتبط باشه به ساخت پهپاد نه این تعمیر و قطعات هواپیماهای روسی چون پیشتر علی خامنه‌ای گفته بود قرار نیست که ما در جنگ اوکراین دخالتی نداریم موضوع ارسال پهپاد رو هم منکر شده بود اما شواهدی هست که نشون میده که این در واقع موضوع پهپاد همچنان روی میز بین ایران و روسیه و الان بحث تعمیر و قطعات به نظر میرسه شاید سرپوشی باشه برای ادامه همکاری بین ایران و روسیه در موضوع پهپاد چون بحث تعمیر قطعات با توجه به زمینگیر بودن ناوگان هواپیمایی کشور خیلی محل بحث نمیتونه باشه